پیدا کردن پلمپ ها در گنجیابی و نحوه پلمپ کردن دفینه با نکات آموزشی و تخصصی. با من همراه باشید. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، بازم با یک کلیپ آموزشی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک نماد ضربدر هست. این نماد ضربدر به معنای این که در آخر کار شما رسیدید و به یک درب پلمپی رسیدید. خب ببینید این قسمت ساروج کاملا، ببینید کاملا همرنگ خود سنگ و صخره انجام شده. البته این پلمپ باز شده، به نمونه دیگر از پلمبی که بالا هست این هم باز شده و نکات آموزشی که این رو چطوری پلمب میکردن و تشخیص آن با چند لایه استفاده میکردن، این رو من در 2-3 دقیقه این رو برای شما مشخص میکنم. خب اول یک تکه سنگ رو قرار میدادن بر دهانه و اون رو با مالات ساروج کاملا ساروجی میکردن و پلمب میکردن و اینکه کسی اون قسمت رو پیدا نکنه و به جنس و دفینه شک نکنن، اون قسمت رو با خود سنگ، اون قسمت که دفینه رو انجام میدادن، شبیه سازی میکردن. یعنی جوری انجام میدادن که خود دفینه و پلمب تشخیص داده نشه و کاملا از جنس خود سنگ بشه، کاملا دور تا دور اون قسمت دفینه رو هم رنگ اون سنگ با لایه نازک از خود جنس سنگ استفاده میکردن. یعنی سنگ رو پودر میکردن یک کمی و با ملات ساروج کاملا دور تا دور با ملات ساروج هم رنگ خود سنگ رو قرار میدادن. خب دوستان، این جوری کاملا دفینه رو پلمب میکردن و پیدا کردن این نوع پلمپ ها هم همیشه بدونید که به فاصله 3-4 متری حتما یک جوغن گرد مانند وجود داره و با یک جوغن آبراه. البته جوغن ها فرق میکنن. خب جوغن مربع هست نزدیک اینها، جوغن گرد هست، جوغن مثلثی و جوغن همون که گفتم آبراه. خب اینها نشان دهنده یک پلمپ رو برای ما مشخص میکنه و ادایای با ارزشی که داخل صخره انجام شده. خب همونطور که شما خب دوستان در اینجا که شما مشاهده میکنید تو کادر سبز رنگ علامت ضربدر زدیم، این قسمت پلمپ و آخر کار قرار داره با شواهد و مدارکی که در اطراف آن قرار داره. خب همونطور که گفتم 3-4 متری این جوغن مربع مستطیل و جوغن گرد قرار داره. این نوع سازه ها و این نوع گودخمه ها که با ساروج کاملا اون محیط رو جوری ساروجی میکردن که کسی پی نبره، چون واقعا هم از یک مقبره بزرگ رو برای ما مشاهده میکنه که دفینه با ارزش در خودش جای داره. خب دوستان، در بالای این کادر سبز رنگ دو تا مربع زرد رنگ هست که یک جوغن گرد مانند و یک جوغن مستطیل قرار داره. اینها وجود یک مقبره رو برای ما مشخص میکنه که یک قبری داخل این قرار داره. این نوع تدفین واقعا با ارزش هست و من پیشنهاد این رو نمی کنم که برید حفاری بکنه بدون آگاهی دوستان، چون اینها کارهای خیلی بزرگی هستند و اهم از تله گذاری و جاهای خیلی سختی رو این کار رو انجام دادن و این یک نوع خودش هزینه بالایی رو در خودش قرار داره. کم کسی مثلا بتونه این نوع سازه ها و این نوع پلمپ ها رو باز بکنه با تجهیزات و اطلاعات کامل. خب دوستان، در اینجا سمت راست صخره اگه مشاهده بکنید یک سفیدی قرار داره و سمت چپ یکم کدرتر شده رنگ صخره و کلن اون قسمت. حالا شاید طرف بگه این آفتاب خورده و اون قسمت سفید مشخصه و اون
سمت چپ به سایه افتاده. نه دوستان، ببینید این قسمت که پلمب قرار داره، ببینید با رنگ خود صخره قرار گرفته و اون سمت چپی که رنگ کدرتری داره، اینه که با نصفی از خود اون قسمت چیز شده، سنگهای اون طرف ساروچی شده و نصف این ورم با همین قسمت سفید رنگ که جوری جلوه بده که کسی این قسمت رو پیدا نکنه. خب مبحث اصلی گفتم حتما این رو در نظر بگیرید، دو تا سه تا جوغن باید در اطراف این قرار داشته باشه. یکیش جوغن بزرگتری که نماد بالا که با سفید من مشخص کردم، جوغن بزرگی هست که هم از یک چاهی رو برای ما مشخص میکنه، دقیقا مثل همین جوغنی که تو تصویر شما مشاهده میکنید، و اینکه این بر میگرده به جوغن مربع کوچیک که بالای همین کادر سبز رنگ هست. این راه داره، دو تا اتاق داخل این قرار داره تو این مقبره، و اینکه هدایای این با خود جسد دفن شده. این رو حتما ببینید دوستان، نماد و شواهد ها رو در نظر بگیرید، با یک کارشناس خبره شما جلو برید، و خدایی نکرده چون اینها اهم از یک تله سمی برخوردارن، تله مکانیکی داره، این نوع پلوم ها رو شما باز بکنید، حتما این رو در نظر بگیرید. پس دوستان من یه بار دیگه میگم، خب جنس پلومپی که قرار باشه که پلوم بشه، ببینید دوستان اول یک سنگ رو قرار میدادن، اون رو با عملات ساروج کاملا پلومپ میکردن، و یک لایه آخری که با جنس خود صخره یا همون محل دفینه اون رو ساروچی میکردن که کاملا که هم رنگ صخره بشه. ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودی دوستان. We'll be right back.